أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفرو و اعادی من یکفرو و اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى والنور والموعظه على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن تذکر می دهم و سفارش می کنم. ما در زندگی نیازهای زیادی داریم برای سلامت و سعادتمان. یکی از نیازهای جدی ما تشخیص حق از باطل است. راه رسیدن و راه تشخیص حق رعایت تقواست، راه سعادت و خوشبختی حفظ تقواست. الا فسونها و تسونوا بها، مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنین و با تقوا خودمون را از همه آسیبها و خطراتی که در مسیر زندگی و سعادت داریم محافظت کنیم. در ایام ویژه قرار داریم. امروز روز دهم ماه جمادی الاولاست. در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم. مسلماً در سال 11 هجری در این ایام، یعنی 75 روز بعد از رحلت آقا رسول الله یا 95 روز بعد از رحلت اون بزرگوار، بی بی دو جهان زهرای مرضیه سلام الله علیها از دنیا رفته. در روز خاص اختلاف است که آیا 75 روز است یا 95 روز، اما در سالش اختلاف نیست. به همین مناسبت خطبه اول را با موضوع حیا انشالله دنبال میکنیم. هم یک موضوع مبتلابه است. جامعه ما، همه مردم به این صفت و به این فضیلت اخلاقی به شدت نیاز دارند و جایگاه مهمی در اصلاح و در تربیت افراد، خانواده ها و مردم دارد. انشالله که سرفصلی باشه برای مباحث عمومی و
مبتلا به او مفیده که جایگاه نماز جمعه می طلبد. خطبه اول رو من با موضوع حیا انشالله آغاز میکنم و در خطبه دوم هم موضوعات روز اجتماعی و هم مسائل تاریخی که باز هم به شخصیت حضرت زهرا با یک دید دیگری انشاءالله نگاه خواهیم کرد و در این دو سه جمعه ای که علی کل حال ایام فاطمیه است تلاشمان هم در نماز جمعه و هم در مجالسی که مؤمنین برای تعظیم شعائر دینی و برای تعظیم از شخصیت بی بی دارند تلاش خواهد شد فرهنگ فاطمی را بیشتر بشناسیم که شنیدین عالم بزرگوار و فاضل ارجمند جناب آقای مصباح اون حدیث اشاره کردن آقای امام صادق فرمودن اگر کسی بی بی را اونگونه ای که هست بشناسه من عرفها حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. انشاءالله بحث خطبه اول را با موضوع حیا آغاز میکنیم. کلمه حیا و یا استحیا یا فیستحیی در بعض موارد در قرآن عین این عبارت آمده، منتها در بعض جاهای دیگه این مفهوم آمده با عبارت دیگری. یکی از جاهایی که این عبارت آمده در برخورد پیغمبر با مردمه. میدونین پیغمبر دارای اخلاق استثنایی بود، هم خدا میفرماید پیغمبر الگوی زندگی شماست و هم میفرماید پیغمبر اخلاق بزرگ داشت. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. خب پیغمبر 40 ساله مبعوث به رسالت شد، 23 سال بعد از بعثت زنده بود، یعنی با مردم مرتبط بود. مردم به منزل پیغمبر می آمدند، در بازار پیغمبر می دیدند، نماز جماعت لحظه به لحظه. پیغمبرم خب در سفرها در خود مکه در مدینه لحظه به لحظه با مردم ارتباط داشت، ارتباط بسیار عمیق همه جانبه. خدا در قرآن در سوره مبارکه احزاب آیه 53 این بحث مطرح کرده که مردم وقت شما رو پیغمبر به خانهش دعوت کرد، خب گاهی آدم دوستانشه مردم دعوت میکنن، لازمه کار اجتماعی با مردم بودن همینه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تا اجازه نداده با خانه پیغمبر نرید. وقتی هم دعوتتون کرد زود نریم. مثلا اگر فرض میکنیم ساعت 10 پیغمبر شما رو دعوت کرده، ساعت 9 نریم. فاذا ولكن اذا دعيتم فادخلوا، موقعی که دعوت کرده اون موقع برین، بعد از غذا خوردن هم نشینین. صحبت های خلاصه که لازم نیست مطرح نکنین. فاذا تعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، غذاتون رو صرف کردین از مجلس بیرون بشین، ننشینین اونجا صحبت بکنین. این ذالکم کان یؤذی النبی، این کارا رو که انجام بدین پیغمبر اذیت میشه. او منظمه، برنامه زیاد داره، زود برین، دیر بلند بشین باعث آزار پیغمبره. یه وقتای آدم میفهمه که میزبان دوست داره آدم بیشتر بشینه، خب او فرق میکنه. بعد خدا میفرماید فیستحیی منکم، یکی از جایی که در قرآن کلمه حیا آمده، فیستحیی منکم، پیغمبر از شما حیا میکنه، شرم میکنه. فیستحیی منکم والله لا يستحي من الحق،
اما خداوند از بیان حق شرم نداره. یکی از جایی که کلمه حیا آمده در همین آیه است. عرض کردم موردش هم فرق میکنن. یا مثلا وقتی حضرت موسی مهاجر شد، رسید به یک نقطه ای که اونجا مردم گوسفندانشان آب میدادن، خب متوجه شد دو تا دختر منتظرن با گوسفنداشان، دختران حضرت شعیب علی نبینا و علیهم السلام. بعد حضرت موسی خلاصه در حالی که مسافرم بود و نگرانم بود، خب مرد با غیرت با وجدان حساس در این صحنه ها نمیتونه آرام باشه. خلاصه زودتر گوسفندان دختران حضرت شعیب آب داد، این دخترها برخلاف هر روز زودتر به منزل رفتن. حضرت شعیب شعار سوال کرد که چی شد، چه اتفاق افتاد زود خلاصه آمدین، معمولا دیر می آمدین. ماجرا را گفتن، یک کسی به ما کمک کرد و همطوری که گزارش می دادن از شخصیت و از غیرت و از مردانگی پیامبر خدا حضرت موسی که او زمان نمی شناختن گزارش دادن. بعد حضرت شعیب به اینا گفت که خب خوبه، پاداش این کار را به او بدیم، به شما خدمت کرده. یکی از این دخترها آمد که حضرت موسی را به منزلشان راهنمایی بکنه. قرآن میفرماید فجاءت احداهما تمشی علی استحیا، یکی از اون دو خانم آمد در حالی که با نهایت حیا آمد، یعنی اون صفت را که اینجا مطرح میکنه خداوند مسئله حیا است. حیا در زندگی اجتماعی یک فضیلت بسیار بالایی است. ما باید تلاش بکنیم خودمان، خانوادمان، جامعهمان را با حیا مؤدب و آشنا کنیم، آراسته باشیم به این صفت. خیلی صفت مهمیه، خیلی فضیلت ارزشمند است. خب بیان این موضوعی به این خلاصه عمق و به این جایگاه این مقدار شرایط خاص خودش میطلبه. من اجازه بدین با یک جریان، با یک خدمت شما میشه که استناد دیگری قضیه را بیان بکنم. خب همه ما معتقد هستیم و باور داریم، قرآن بحث مطرح کرده که حضرت آدم و حضرت حوا وقت خلق شدن در بهشت بودن. هم حضرت آدم بهشتی بود، داخل بهشت بود، هم حضرت حوا. خداوند به حضرت آدم فرمود که فقلنا یا آدم، و حضرت آدم فرمود این هازا عدو لکه و لزوجه، متوجه باش این ابلیس هم دشمن توست هم دشمن همسر حواست، عدو لکه و لزوجه. فلا یخرجنکما من الجنه، نکنه این دشمن باعث میشه شما از بهشت بیرون برین. فتشقا، بعد تیره بخت بشین، ناراحت بشین، جگرخون بشین. این مطلب را و این تذکر را خداوند به حضرت آدم و حضرت حوا داد. فوسوسه الیه الشیطان، اما شیطان آمد وسوسه کرد با آدم، گفت یا آدم، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد، گفت میخوای به یک درخت جاویدانه و همیشگی تو را راهنمایی بکنم و ملک لا یبلا و یک زندگی که هرگز زائل نشود، همیشه بمانی، در حالی که بهشت همیشگی بود. حالا ان شاء الله همتون اهل بهشت باشین و ان شاء الله که هستین، هر کی بهشت رفت همیشه میمونه. اما شیطان آمد وارد شد و گفت میخوای یک جای همیشگی راهنماییت بکنم، گفت بله، گفت اینجا احتمال داره این وقتی از دستت بگیرم. بالاخره وادار کرد و از اون بالاخره درخت ممنوعه خورد و اتفاقات افتاد. کار ندارم، حالا او یه بحث دیگر است.
چند آیه در قرآن داره بحث تاریخ و در واقع زندگی حضرت آدم مطرح میکنه. از جهت مطرح کردم که خوبه در خطبه اول ما بحثامون بیشتر با محور قرآن بالاخره بگرده و بچرخه. روایت داریم حضرت آدم یه جا نشسته بود. این آدم کان جالسن فی موضع این، یه جای حضرت آدم نشسته بود. خب حضرت آدم هم اولین مخلوق، اولین پیغمبر در عالم ظاهر زندگی میکرد، پسرای داشت، قابل و قابل زندگی داشت، یک جا نشسته بود. فعطاه سته تا اشخاص، یه وقت دید که 6 نفر آمدن سراغ حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاه و السلام. و جلسوا عنده، کنار حضرت آدم نشستن، مون تا 3 نفر سمت راست نشستن، 3 نفرم سمت چپ، سلاستون ان یمینه و سلاستون ان یساره، سلاستون منها 20. 3 تاشون خیلی نورانی بودن، صورت های نورانی، چهره های بشاش و آثار معنویت و عظمت و بزرگی در این چهره ها هویدا بود. و سلاستون منها سود، 3 تا خیلی چهره های درهم و سیاه و معلوم بود آثار شقاوت در این چهره ها پیدا بود. حضرت آدم به یکی از این 3 تا صورت نورانی نگاهی کرد، سوال کرد که اولین صورت از 3 صورت نورانی من اند، تو کی هستی؟ این صورتی که مخاطب حضرت آدم بود گفت که انا العقل، من عقلم. خب میدونین ما آدم ها عقل داریم، محبت داریم، عاطفه داریم، غیرت داریم، هرچی صفات خوبم داریم. عذرخواهی میکنم، بعضیا خرد ندارن، بعضیا محبت ندارن، اینا صفات ارزشمند و صفات بی ارزشه. به اصطلاح اهل اخلاق فضیلت ها و رذائل هستن. گفت که تو کی هستی؟ گفت من عقلم. گفت جات کجایه؟ عین مقامو، در کجا هستی؟ گفت که من در دماغم، در مغزم. فقال فی الدماغ، من در موقعیت من در مغزه، مرکز کنترل حرکت ما، فرمانده خلاصه کشور وجود من. بعد سوال کرد از دومی تو کی هستی؟ گفت من شفقتم، عاطفه هستم، محبتم. گفت که موقعیت تو کجاست؟ گفت من در قلبم. خب ما یه قلب داریم، یک مغز داریم. به سومی گفت تو کی هستی؟ گفت انا الحیا، همون 3 تا صورت نورانی. گفت من حیا هستم. گفت که جای تو در وجود و در سیستم بدن انسان ها در کجا است؟ فقال فی العین، گفت من جام در چشم. پس عقل در مغز است، شفقت در قلب است، حیا در چشم است. ثم رجع الی یساره، بعد از ذات آدم یه نگاهی کرد به سمت چپ و از اون صورت های سیاس شروع کرد به سوال کردن. از اولی سوال کرد تو کی هستی؟ گفت انا الکبر، گفت جات کجاست؟ کبر گفت فی الدماغ، همون جایی که عقل است، همون جا. حضرت آدم فرمود که هل یکون العقل فی، خب مگر دماغ جای عقل نبود؟ مغز جای عقل نبود؟ آیا تو با عقل با همون جا هستی؟ گفت نه. اذا دخلتو یخرج العقل، گفت وقتی من داخل دماغ شدم، داخل مغز شدم، دیگه عقل میره بیرون. بذار خیلی سفارش شده انسان متواضع باشه، افتاده باشه، خودش از دیگران بالا ندانه، حالا یه توفیقی هم پیدا کرد، یه کاری هم انجام داد، داد. باور کنیم یکی از علامت های مؤمن اینه که همیشه خودش از دیگران کمتر میدانه، نگرانه. گفت که نه،
من که داخل مغز رفتم دیگه عقل میره بیرون. و دومی گفت که تو کی هستی؟ گفت که من حسادتم. الله اکبر، همینه که گاهی آدم نمیتونه نعمت در دیگر را ببینه. گفت من حسدم. گفت جای تو کجاست؟ در جواب حضرت آدم گفت جای منم در قلب. همطوری که جای شفقت و محبت در قلب است، جای حسدم در قلب است. شما یک کسی را که دوست داری قلبت میزنه. اگر یک کسی گرفتار حسد بشه بازم قلبش میزنه. منتهی زدن و این حرکت با اون حرکت خیلی متفاوته. گفت که جای منم در قلب است. حضرت آدم فرمود مگر قلب جای شفقت و محبت نبود؟ گفت وقتی من داخل قلب آمدم دیگه محبت میره. شما نمیبینین متوجه هستیم آدم های حسود کسی را دوست نداره. او بیشتر دنبال اینه که نعمت از دیگرها گرفته بشه. اما آدم هایی که محبت دارن دوست داره دیگرها متنعم باشن، دیگرها با امکانات باشن، دیگرها در سهولت و در سعادت باشن. بعد شروع کرد سوال کردن از سومی. گفت تو کی هستی؟ فقال من ام. ثم قال للثالث من ام؟ قال انا طمع. خیلی چیز بدیه. در روایات داریم کسی که دنبال طمع شد دیگه در رفاقت، در رفت آمد، در شراکت، در اداره، حتی در ازدواج هایی بالاخره مثلا که شروع میشه، اگر خب اصل ازدواج که یک جریانه، اما کسی بخواد از این را یک طمع دیگری داشته باشه واقعا خیلی بده. سوال کرد تو کی هستی؟ گفت من طمع هستم. توی در روایات داره میگه زل من طمع. هر کس سراغ طمع رفت ذلیل میشه. هر کس قانع شد عزیز میشه. سوال کرد تو کی هستی؟ گفت من طمع هستم. حضرت آدم گفت که خب تو جات کجاست در وجود انسان؟ گفت که منم در عینم، در چشمم. بعد گفت که خب چشم که جای حیا بود. گفت هر موقع من داخل چشم جا گرفتم دیگه حیا میره بیرون. بعض وقتا یه مطالبی در جامعه گفته میشه، مسائل عفاف و حجاب و خلاصه پاکدامنی اینا. من همینجا عرض بکنم اونی که در روایات ما هست، اونی که در دین هست، در قرآن هست، یه چیزی بالاتر از اینا هست که مردم در رسانه و در تبلیغات و در گزارشات مطرح میکنن. انسان با حیا، چه مرد چه زن، از یک استواری و از یک نیرومندی برخوردار است که حتی ملائکه ها تواضع میکنن. در روایت داریم وقت آدم در مقابل نامحرم قرار میگیره چشمش به نامحرم نمیدوزه، چون قرآن میگه یعلم خائنة العیون. خدا نگاهی خائنانه و دزدی نگاه رو میفهمه. اون لحظه ای که مرد در مقابل نامحرم قرار میگیره به نامحرم نگاه نمیکنه، خدا به ملائکه ها میگه من به این بنده هم در مقابل شما افتخار میکنم. این جوانه اما چشمش کنترل میکنه، فرق نمیکنه. یه خواهری اینجوری اگر باشه، دیدین خداوند وقتی همسر دختر حضرت شعیب که بعدا همسر حضرت موسی شد ستایش میکنه، میگه که این وقت آمد با حیا آمد. یکی از بهترین فضائل، یکی از بالاترین ارزش‌های اخلاقی مسئله حیا هست. ما افتخار میکنیم که رهبران این فضائل و این ارزش‌های اخلاقی در زندگیشان به ما الگو شدن. تاریخ می‌نویسه در سفر اسارت بی بی زینب سلام الله علیها چنان از این صفت بهره‌مند برخوردار بود که
تاریخ نویسا نوشتن، اونایی که مشاهده کردن صحنه اسارت، گفتن ما زن اسیر را ندیدیم که با حیاتر از زینب باشه، سخنرانتر و با رعایتتر و با حیاتر از زینب باشه. امیدوارم که ما هم الگوها را دقت کنیم و هم به ارزش این اخلاقیات توجه بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن مکارم اخلاق 10 تاست، پایه های اخلاق 10 تاست. فرمود که میتونی همه اینها را پیدا بکنی، همطوری که وقتی تلاش بکنیم مدرک ما را میتونیم بگیریم، حوزه را بخوانیم، دانشگاه را بخوانیم، مکتب را بخوانیم، میتونیم هنرمند بشیم، میتونیم خلاصه ثروتمند بشیم با تلاش ما. ما راه برامون بسته نیست. حضرت فرمود که المکارم 10، پایه های اخلاق 10 تاست. فإن استطعت ان تكون فيك فلتكن، اگر تصمیم بگیری میتونی به همه این مراحل برسی، خودت به بالاترین مرحله برسانی. بعد فرمود که گاهی در فرزند است، در پدر نیست. یه فرزند یک خلاصه جایگاه اخلاقی را میرسه که پدرش اونجا نرسیده. گاهی پدر داره فرزند نداره، بعد میگن آقا چرا اینطوری شد؟ این بستگی داره به تلاش آدم ها. فرمود گاهی در کارگر انسان، در نوکر انسان یه صفاتی هست، در خود صاحب کار نیست. این که دلیل نمیشه، اینا صفات است. فرمود که این 10 تاست. بعد یکی یکی شمر حضرت، حالا دیگه من فرصت نیست، خطبه طولانی شد، فرمود که اینا 10 تا هستن. فرمود اولینش حراس راستین، اون ترس واقعی، نمیتونم بالاخره بیان بکنم، خدا بیامرزه علامه بلخی را، خب اشعار زیادی سروده، اشعارش همش خلاصه نکته داره. بعد میگه که من یه نگرانی از وقت مردنم دارم، بسیار پریشان دلم از حالت مردن، نمیگه از مردن، از نوع مردن، از اون شکلی مردن. یکی از صفات اینه که آدم واقعا نگران باشه، نگرانی واقعی از آینده که سرنوشت چی میشه. چون میگن مؤمن بین امید و ترس است، المؤمن بین الخوف و رجا. قرار نیست که آدم یه جایی رسید، امکانات نصیبی شد، قدرت نصیبی شد، بالاخره مردم بهش احترام گذاشت، بگه دیگه تمام شد، کار تمام شد. نه، رهبر جامعه نگرانیش بیشتر باید باشه، بزرگ شهر نگرانیش بیشتر باید باشه، پدر خانواده نگرانیش بیشتره، استاد، راهنما، یک کسی رو مردم دارن احترام میکنن، او مسئولیتش بیشتره. فرمانده و مسئول جریان نگرانی بیشتری باید داشته باشه. فرمود که اولین صفت، اولین پایه از پایه های اخلاق اون حراس و ترس راستین است. بعد راستی در گفتار، یوم ینفع الصادقین صدقهم، ادای امانت، صله رحم، پذیرایی از مهمان، غذا دادن به سائل. مردم نیازمندن، گرفتارن، ندارن، خب به اینا کمک کردن. هواداری، حمایت از همسایه، از مردم، حمایت از دوست، رفیق انسان، دوست انسان. همینا را حضرت شمرد، فرمود همه اینا خوبه، اما حیا از همشان بالاتره. این حیا جایش هم در چشمه. در روایات داریم کسی که حیا نداره دین نداره. حالا انشالله در
خطبه های بعدی و در جلسه های بعدی این بحث انشالله بیشتر دنبال میکنیم. من به مناسبت ایام خلاصه فاطمیه که بی بی ویژگی های زیادی دارن، انشالله بتونیم در این دو سه جمعه هم در نماز جمعه و هم انشالله در مجالس که دوستان و مؤمنین برگزار میکنن و برنامه ریزی کردن این بحث بیشتر دنبال بکنیم. حقیقتا فرهنگ فاطمی یک فرهنگ جامع است برای هدایت، برای استواری، برای اینکه خانواده های ما تربیت بشه. امروز دنیا رنج میبره از وضعیتی که در خانه ها به وجود آمده. حیا که بزرگترین عامل سلامت جامعه است، امروز هدف اصلی دشمنان ماست. فرزندان ما، خانواده های ما را هدف قرار دادن. ما باید با معرفی حیا و کسانی که در زندگیشان این مقوله را پیاده کردن، از سنگرهای سلامت و عزت و پایداری و استواری و استحکام خانواده انشاءالله دفاع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه در بین عبادات اسلامی و مجالس اسلامی و تعظیم های شعائر اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کم برنامه‌ای در اسلام داریم که جایگاه حج را داشته باشد. نماز جمعه حج فقراست. انشاءالله خداوند همه عزیزان را که آرزو دارم به سفر حج بروم، چه حج عمره چه حج واجب، انشاءالله توفیق تشرف و حضور عنایت بفرماید. اما خب در روایات داریم نماز جمعه حج فقراست. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کی مستطاع باشه حج براش واجبه. کسی که استطاعت نداره نماز جمعه حجشه. این مطلب بسیار مطلب بزرگی است. در نماز جمعه به قدر توجه شده که آقا امیرالمومنین زندانی ها را دستور میدادن در دوران که اداره امور در اختیار حضرت بود، میفرمود زندانی های خطرناک ببرید نماز جمعه. جنبه سازندگی نماز جمعه اینقدر بالاست که جنایتکارم در نماز جمعه میتونه خلاصه عوض بشه. حتی به صاحبان کار میفرمود اگر روز جمعه کارگر دارین ساعت حضور نماز جمعه اونا را همکاری کنین برن نماز جمعه. تنها نماز است که
خدا میفرماید با تلاش خودت به او برسان. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، خودت با سعی و تلاش و کوشش به اونجا برسان. خب دلیلش اینه که موضوعات مهم اساسی و مؤثر و به نفع جامعه در نماز جمعه باید گفته شود. وظیفه نماز جمعه این ظرفیت به همین دلیل است. این یه برنامه الهی است، یک برنامه خدایی است. لذا اون چرا که ضروری است و لازم است باید در نماز جمعه مطرح شود. اولین نکته را که من لازم بدانم مطرح بکنم، دیروز ساعت 12:30 تقریبا، همین ساعتهایی که الان دقیقا الان 12:32 است، همین ساعت متاسفانه باز هم در شهر جبرائیل عراق، در منطقه جبرائیل در ولایت عراق، دو نفر عالم روحانی که من این دوستان هم خب تا حد آشنایی داشتم و همکارایی که اونجا داشتیم اینها را دقیقا میشناختن، عالمان بسیار پاک، مردمی و بی‌حاشیه، اهل تبلیغ و ترویج و فرهنگ و خدمت شما عرض بشه که سخنرانی و از این قبیل کارها. در شرایط بسیار سختی اینها به شهادت رسید. دو نفر عالم معمم، یعنی لباس روحانیت، وسط جاده، خلاصه یک ظالمی، یک ناخلفی و یک حیوانی به شکل انسان میآید سر موتورسیکلت، اینها را به تیر و رگبار میبنده و دو نفر عزیز و روحانی و امام جماعت به شهادت میرسانه و خودش حالا رفته که فعلا برنامه چی میشه و انشالله نیروهای امنیتی چی کار میتوانن بکنن. آقای حجت الاسلام شیخ رجب علی اخلاقی و همینطور شیخ خادم حسین هدایتی، دو عالم و روحانی، در اینجا به شهادت رسیدن. واقعا اظهار تأسف میکنیم، اظهار تأثر میکنیم به ملت افغانستان، به مردم و به خلاصه مسلمان ها و مؤمنین تسلیت عرض میکنیم و مخصوصا به خانواده هاشان. اما واقعا جای نگرانی است، به شدت جای نگرانی است. الحمدلله وضعیت امنیتی کشور یکی از بالاترین دستاورد هاست. دستاوردی که وجود داشته در کنار همه مشکلات مسائل امنیتی بوده. گاهی که خلاصه مشکلات پیش میاد میگیم خدا را شکر وضعیت امنیتی خوبه، اما وقتی وسط جاده، وسط سرک، ساعت 12:30 دو نفر روحانی بی‌حاشیه، حالا اگر کسی هم اگر جرمی داره که نباید داخل سرک زده شده، اینا وقتی اینطوری به شهادت میرسن کشته میشن، یک نگرانی کلانی است، یک زنگ خطری است، این یک سنگر خلاصه مستحکم را دشمن در درون کشور ما برنامه ریزی کرده. اگر دقت نشود، در حکومت قبلی اگر همه چیز بی‌ارزش شد از همین جاها شروع شد. در هر شهری از این قضایای اتفاق افتادن، گفتن عواملش میگیریم، نشد، یکی دو تا سه تا رسم شد. دشمن با اهداف بسیار مختلفی دنبال این جریان ها است. ما امیدواریم که با دلسوزی، با توان و الحمدلله امکاناتی که امارت اسلامی داره و دستور قرآن هم همینه، من اینه به عنوان یک راهکار میگم، قرآن میگه ولکم فی القصاص حیات، آی مردم اگر قاتل و آدم کشه کشتین جامعه زنده میشه، باید عوامل این جریان دستگیر میشه.
و در ملای عام اگر این کار نشه واقعا کشور آسیب میبینه. در ملای عام مسئولین بخش قضای امارت اسلامی اینها را بعد از دستگیری توسط عوامل امنیت با اینا در یک خلاصه دادگاه صحبت بشه، اینا به توسط رسانه ها به مردم معرفی بشه و به سزای اعمالشان برسه تا معلوم بشه اینا کی هستن، دنبال ایجاد فتنه هستن، دنبال اختلاف هستن، دنبال به اعتبار کردن امارت اسلامی هستن، بعد به سزای اعمالشان برسن تا دیگران پند بگیرن. حکومت در دل مردم باید جا بگیره و راهش اینه وقتی یک جریان اینطوری اتفاق میفته باید پیگیری بشه. ما یقین داریم این توطئه دشمنه، اما باید توطئه را خونسا کرد. این مسئله اول بود که لازم دانستم مطرح بکنم. مسئله دیگری را که باید مطرح بکنم، خب ما باز هم شاهد حرکت هایی هستیم، اینا رو نمیشه نگیم، یعنی ساده نباید از کنار این قضایا بگذاریم. خب دفتر سازمان ملل متحد یونما در افغانستان قرار است گزارش داده که به زودی یک اجلاس مهم برای وضعیت و رسیدگی با اوضاع کشور برگزار میشه. حالا انشالله که این جلسه برگزار میشه وضعیت افغانستان بررسی میشه، نیاز به بررسی هم هست. چند روز جلوترم که من در جمعه گذشتم عرض کردم، خب مسئول این بخش سازمان ملل مسئله خلاصه بر رسمت شناختن امارت مطرح کرد، شرایط مطرح کرد و شما حتما در جریان هستین، جلسه ای که در موسکو برگزار شده و روس ها از مخالفین و از در واقع کسانی که در مقابل امارت هستن از اونها دعوت کرده و اجلاس برگزار شده. اینها یک صداهایی است، ما باید اینا را هم مدیریت کنیم و هم برای بیرون شدن از وضعیت یک تلاش بزرگتر و همه جانبه صورت بگیره. حرکت هایی را که میشه باید با فکر صائب و کلان مدیریت بکنیم. وقتی مردم حمایت بکنن از یک جریان، او جریان ماندگاره. ما باید مشکلات را جدی بگیریم. ما همیشه این حرف را گفتیم، حرف ماندگار است، به مصلحت مردم است. کی حکومت قبل فکرش میکرد؟ ما اینجا صحبت میکردیم، حتی اون روزایی که اینجا مسائل مهم مطرح میشد حکومتی ها میگفتن آقا اینقدر امکانات از سالها خلاصه وضعیت ما به هم نمیریزه. اما باید متوجه بود اون چرا که مردم نیاز داره به او باید نگاه کرد. در اجلاس ها، در صحبت ها، در برنامه ریزی ها ما الان هم حرف من اینه، کسی دل خوشی از گذشته ها نداره، اما واقعیت های زندگی رو باید نادیده نگرفت. مردم نیاز به امکانات داره، نیاز به حمایت داره، نیاز به امنیت همه جانبه داره. اینها وسیله نشود، اینها ابزار کار برای دشمن نشود. باید از دور و از فاصله های بزرگتر قضایا را مدیریت کنیم، پیش بینی کنیم، تدبیر کنیم و انشالله یک برنامه‌ای که همه ملت افغانستان، همه مردم ما مسئله قومیت رو بارها گفتیم نباید بهش بها بدیم. ما مسلمانیم، افغانستانی هستیم،
صاحب این سرزمینیم، همه باید خودشان را در آینه حکومت ببینند. همه باید از امکانات برخوردار باشند، همه باید شغل داشته باشند، همه باید درآمد داشته باشند. اینا حقیقت هاست. امروز شرایط دنیا ایجاب نمیکنه ما از علم و آگاهی بی بهره باشیم. نماز جمعه امروز در هر جایی که برگزار میشه یکی از سکوهای بیداری و پرواز و پیشرفت و اقتدار است. اینجا جای تملق نیست، جای خلاصه تظاهر نیست. ما باید اون چیزی که درک میکنیم مطرح کنیم و دنبال بکنیم. خب الحمدلله با استقامتی که مردم فلسطین، مردم غزه نشان دادن، دیدیم این سبوعیت شکست خورد. امروز کم صهیونیستا جدا گرفتارن، 40% خلاصه سرمایه‌شان از کار افتاده، صدها هزار نیروی ذخیره‌شان برای حضور در جنگ با صهیونیستا و حاکمیت اسرائیل نگفتن. خیلی از خانواده‌هایی که از کشورهای دیگه یهودی‌ها را آورده بودن در مناطق اشغالی اونجا اسکان داده بودن، الان همشان میگن ما از اسرائیل برمیگردیم به کشورهای خودمان. این یعنی پیروزی حق. تکبیر الله اکبر. درسته مردم غزه 14,000 بیشتر شهید دادن در طول 47 روز، اما دستاورده ببین، امروز مجبوره یک اسرائیلی را اگر آزاد میکنن در مقابلش 3 فلسطینی آزاد میشه. یعنی استقامت، پایداری، شهادت، کشته شدن در مقابل بیرحمی دشمن یک جریان عادی است. من خوشحال هستم که حرکت مردم فلسطین جهان اسلام را تکان داد و این خبر را به عنوان یک خبر خوش به شما میگم. ولیعهد سعودی و ولیعهد عربستان آقای محمد ابن سلمان در صحبتی که داشتم گفت که دوباره بر مخالفت قاطع خود با عملیات اسرائیل در نوار غزه تاکید میکنم و از همه کشورها میخواهم صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف کنم. این حرکت خوبی است. اگر کشورهای عربی از اول این گونه محکم می ایستادن، سلاحی به اسرائیل نمی رسید، این همه کشت و کشتار نبود. ایشان در اجلاسی که داشت این مطلب را مطرح کرد، خواستار ورود فوری کمک ها به نوار غزه و تلاش های جمعی برای جلوگیری از وخامت اوضاع انسانی در غزه هستیم. ما امیدواریم که همه کشورهای اسلامی مواضع جدی بگیرن و این صحبت واقعا موجی از امید را در ذهن انسان به وجود می آورد. ایشان گفت بر ضرورت تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 تاکید میکنیم. نتانیاهو باید بمیره از این غصه که میگفت من در زمان نامعلوم میخواهم در غزه باشم. نخواهم مان، نمیتوانه بمانه. امروز باید حسرت بخوره که به زودی این تشکیلات را که به وجود آورده نابود خواهد شد. ما آغاز یک روند جدی و جامع صلح را برای حل مسئله فلسطین درخواست میکنیم. ما هم از جهان و از کشورهای اسلامی میخواهیم برای حل ماجرای فلسطین باید طرح نو ریخته بشود. اسرائیلی ها و حامیان اسرائیل حق ندارن برای مردم اسلامی و مسلمان ها و مردم فلسطین تعیین تکلیف کنن. خیلی خبر بزرگی است. عربستان مخالف آواره کردن و کوچاندن اجباری فلسطینی های ساکن غزه است.
اینا صاحب این سرزمینن، اینا باید تصمیم بگیرن. جنایت های وحشیانه صهیونیست‌ها علیه غیر نظامیان در غزه نیازمند اقدام و تلاش جدی برای متوقف کردن این فاجعه انسانی است. ما امیدواریم که این خلاصه آتش‌بس چهار روزه تبدیل به یک آرامش همه جانبه شود و یک بیداری و حرکت همه جانبه از طرف کشورهای اسلامی و آزادخواهان عالم باشد. خدایا در همین لحظات استجابت دعا دعا میکنیم مشکلات این مردم مظلوم را برطرف بگردان. دشمنان انسانیت و آزادگی، دشمنان مردم فلسطین، مخصوصا کودکان مظلوم اون سرزمین را اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشه‌کن بگردان. خیلی کوتاه یکی دو نکته درباره از زهرا سلام الله علیها عرض بکنم. میدانم همه منتظرم ایام فاطمیه است از بی بی چیز بشنون، از شخصیت بی بی چیز گفته شود. امروز دهم ماه است، به روایت 75 روز، روز دوشنبه، روز خلاصه وفات بی بی است. من اولا بی بی را برای شما معرفی بکنم. شما میشناسید پیغمبر فرمود اگر زیبایی به شکل انسان می بود اون انسان فاطمه بود. اجازه بدین من یکی دو نکته را عرض بکنم. معرفت من به بی بی زیاد میشه. حضرت علی میدونین حضرت زهرا خواستگار زیاد داشت. وقتی حضرت زهرا را خواستگاری کرد، پیغمبرم با حضرت زهرا صحبت کرد، بی بی سکوت کرد. حضرت فرمود که خب خواستگار زیاد آمد، اونا را قبول نکرده، الان علی آمده. خب علی شخصیتش معلومه، اما خب پول نداره، امکانات نداره، یه شتر داره، یک شمشیر داره، یک زره داره. بی بی هم سکوت کرد، هم فرمود پدر اینا فقر که دلیل بر عدم شخصیت نمیشه. بالاخره موافقتش اعلام کرد، اظهار کرد، بعد ازدواج صورت گرفت. یه روز حضرت علی آمد از پیغمبر سوال کرد، فرمود ای رسول خدا، پیش شما من محبوب ترم یا زهرا؟ خودش میگه فزوجنی فقلت یا رسول الله انا احب الیک ام هی، من محبوب ترم پیش شما یا زهرا؟ دقت کنیم، پیغمبر فرمود او پیش من محبوب تر از توست، تو پیش من ارجمندتر از او هستی. بعض وقت آدم یک کسی رو بیشتر دوست داره، بعض وقت یک کسی رو بیشتر احترام میکنه. شما گاهی یه طفلی رو خیلی دوست دارین، اما مثلا یه بزرگی رو بیشتر احترام میکنین. از دوستی هیچ کس به اندازه زهرا دوست پیش پیغمبر نیست. پیغمبر فرمود دوست داشتنی ترین عضو خانواده من فاطمه است. شنیدین عزیز من؟ فرمودن اسامه ابن زید یکی از یاران پیامبره میگه نزد پیغمبر نشسته بودم، حضرت علی و عباس عموی پیغمبر آمدن، گفتم که اسامه از پیغمبر اجازه بگیر، ما میخوایم خدمت رسول الله برسیم. گفتم که یا رسول الله، حضرت علی و عباس آمده اجازه دیدار میخوان. فرمود میدانم اون دو برای چی آمدن. حضرت فرمود اجازه بده، میدانم برای چی آمدن. حضرت فرمود که پیغمبر به اسامه گفت میفهمی اینا برای چی آمدن؟ گفتم نه. پیغمبر فرمود من میدانم برای چی آمدن. بالاخره حضرت خبر داد که اینا چی میخوان بپرسن. آمدن و وارد شدن، هم حضرت علی هم حضرت عباس عموی پیغمبر. گفتن ما آمده ایم از شما بپرسیم کدام عضو خانواده برایت محبوب تر است. خب شما خانواده تان چند نفره؟ همسرا هستن، حسنین هست، خلاصه کی را بیشتر پیش شما محبوب دوست دارین؟ پیغمبر بود فاطمه، تو فاطمه دخترم از همه محبوب تر است. اجازه بدین من این روایت ترجمه شه بگم. خلیفه دوم حضرت عمر نقل میکنه، نزد فاطمه دختر رسول خدا رفت، گفت ای فاطمه به خدا سوگند. ایشان خودش فرمود، تعبیرش اینه، دخل علی فاطمه بنت رسول الله فقال یا فاطمه والله، فرمود قسم به خدا، به خدا سوگند، کسی محبوب تر از تو پیش رسول خدا سراغ ندارم. فاطمه است.
ما رأيت احدا احب الى رسول الله منك. اینم بگم و بعد یه جریان میخوام براتون بگم. پیغمبر بود فاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره ی تن من است، هر کی او را شاد سازد مرا شاد ساخته، هر کی او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده. پیغمبر فرمود فاطمه عزیزترین فرد برای من است. خب این روزا روزای آخر عمر بی بیه، سه روز دیگه بیشتر سال 11 هجری از عمر بی بی باقی نمونده. میدونید آدم وقتی مرگ سراغش میاد، آثار مرگ میاد، کم کم آدم میفهمه دیگه الان در آستانه مرگه. قرآن هم میگه وقتی فهمیدین میمیرین وصیت کنین. تاریخ می نویسه یه وقتای بی بی متوجه شد دیگه کم کم مرگش نزدیکه. فلان مانوعیت الیها نفسها، وقتی متوجه شد خلاصه داره از دنیا میره، دعت ام ایمن، یه خانومی است به نام ام ایمن، میدونین کی است؟ حالا من نمیتونم معرفی بکنم، همون کسیه که وقتی حضرت پیغمبر در خواب دید که دست مبارک پیغمبر عضوی از بدن پیغمبر داخل خانهش افتاده، خیلی ناراحت شد، خواب دیده بود، آمد گریه میکرد. پیغمبر فرمود نگران نباش. گفت یا رسول الله خواب دیدم عضوی از بدن شما آمده داخل خانه ما. فرمود نه مهم نیست، به این زودی ها زهرا صاحب فرزند میشه، تو پسرش بغل میکنی. امام حسین که به دنیا آمد قنداقش دادن به ام ایمن. بعد پیغمبر فرمود این تعبیر خوابته، زن مهم بیه. ام ایمن میگه که زهرا دنبال من کسی را فرستاد و دنبال اسماء. بعد گفت که شما دو نفر برین علی را بگین بیایه. ام ایمن و اسماء رفتن حضرت علی را دعوت کردن، آمد. فقالت یا ابن عم، حضرت علی وقت آمد فرمود اینهو قد نعیت و الى نفسی، من فکر میکنم از دنیا میرم، وقتش نزدیک شده. و اینی لعرا ما بی لا اشک اینی الا اننی لاحقتون به ابی ساعتن بعد ساعتن. گفت من یقین دارم، شک ندارم که من مدت کمی بعد به پدرم ملحق میشوم. و انا اوسیک به اشیاء فی قلبی، گفت من در دلم یه سا یک وصیت هایی دارم، اینا رو میخوام به شما بگم. حضرت علی فرمود بفرمایید. اوسینی به ما احببت یا بنت رسول الله، دختر پیغمبر، هر چی دلت میخواهد، هر چی دوست داری به من وصیت بکن. فجلس این در رأسها و اخرج من کان فی البیت. علی کنار سر زهرا نشست، بیبی اشاره کرد گفت همه را از اتاق بیرون بکن. ثم قالت یا ابن عم، وقتی کسی نمان داخل اتاق زهرا است و علی، فرمود از اون لحظه ای که من با تو همسر شدم به خانه‌ات آمدم، من دروغ نگفتم، خیانت نکردم، من با تو اصلا نظر مخالف ندادم. آقا میفرمود که تا زمانی که زهرا بود من هیچ وقت خلاصه مشکلی نداشتم، حتی میفرمود بیرون اگر ناراحت بودم به محض داخل خانه میامدم زهرا را میدیدم. و کان انظر الیها فتنکشف عن بالهموم والعظام، تا به چهره زهرا نگاه میکردم همه ای غم ها از دلم میرم. حالا بی بی میفرمود من از اون لحظه ای که با شما زندگیم آغاز شد مخالفت نکردم. آقا امیرالمومنین تا این جملات شدید شروع کرد صحبت کردن، فرمود پناه به خدا فاطمه جان تو خیلی بزرگی. اعلم بالله ابر و اتقا اکرم اشد و خوفم من الله، تو خیلی مقام داری. بعد فرمود فاطمه جان از دست دادن تو برای من خیلی سخته. این تعبیر دقت کنین علمای در جلسه مرا ببخشن. والله جدد علی مصیبت رسول الله، فرمود به خدا غم پیغمبر تازه میشه. وقد عزمت وفاتک وفقدک، فرمود از دست دادن تو بر ما خیلی سخته. تعبیری بکنم، فرمود فاطمه جان همینجوری که به این نگاه میکنم مثل شمع آب میشه، اگر از دنیا بروی علی خانه خراب میشه. همین جمله را دقت کنیم.
این جملات علی و اونم صحبت فاطمه ثم بکیا جمیعا ساعتا، یه لحظات هر دوتاشم گریه کرد، هم زهرا گریه میکنه هم علی گریه میکنه. و اخذ علی رأسها یا مرتبه آقا امیر المومنین سر بی بی رو گرفت و زمها الى صدره به سینه شستان، فرمود اوسنی بما شئت فانک تجدنی وفیا امزی کل ما امرتنی، فرمود فاطمه جان وصیت بکن انشالله همه وصیت هاش وصیتات عمل میکنم. و اختار و امرک علی امری، فرمود دستورای تو را بر دستورات و برنامه های خودم مقدم میدارم. معلوم میشه بی بی خیلی وصیت های مهم میداره. بعد یه تشکر کرد از شوهر. ثم قالت جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، فرمود پسر امو خدا به تو جزا بده، پاداش بده. اوصی که اولا، فرمود چند تا وصیت میکنم. اولا فرمود که بعد از من با امامه دختر خواهرم ازدواج بکن. مرد بعد از یعنی بدون همسر نمیتونه زندگی بکنه. گفت که ایشان به اولادهای من خیلی مهربانه. بعد فرمود که علی جان برای من یک تابوت درست بکن. گفت اون تابوت رأیت الملائکه صوروا صورته. این جمله خیلی مهمه. ملائکه با از زهرا ارتباط داشتن، البته می آمدن اخبار می دادن. فرمود که خلاصه یک تابوت برام درست بکن که ملائکه ها او را به من نشان دادن. حضرت علی به حضرت زهرا فرمود که خب من که بلد نیستم. فرمود او را تو به من یاد بده تا من برات درست بکنم. بی بی توضیح داد که اینجوری برام درست بکن، وقتی که بدنم داخل تابوت میگذارم حجم بدنم دیده نشه. جمله آخره بگم وصیتی دیگرشه بگم. فرمود علی جان وطفنی باللیل. علی جان وقتی از دنیا رفتم شب من دفن میکنم. ازا حدعت لویون وقتی چشما را خواب گرید و نامت الابصار. امیر المومنین قول داده وقتی بی بی از دنیا میره طبق وصیت و وصیتاش عمل بکنه. خدایا همه ما را برای معرفت و ارادت بی بی کمک بفرما. آمین. و آبروی این آبرومند درگاهت که پیامبر فرمود هر که زهرا از او راضی باشه من از او راضی هستم، هر که من از او راضی باشم خدا از او راضی است. به این بزرگواری که اهل بیت هر وقت به مشکل برمیخوردن او را واسطه قرار میدادن. خدایا حوائج آخرین عزیزش، میوه دلش، آخرین یادگارش که ما میشنویم گریه میکنیم او میبینه. خدایا حوائج اون بزرگوار، حوائج همه خدمتگزاران به انسانیت، به عزت و پیشرفت بشریت برآورده به خیر بگردان. خواهران و برادرانی که در مراسم نمازهای جمعه در این مکان با حضورشان عزت و سربلندی برای اسلام و مسلمین فراهم میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. گام هامان در مسیر عمل به قرآن وحدت، سربلندی، برادری و اخوت استوارتر بگردان. امنیت دولت و ملت افغانستان تأمین بفرما. توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم، دشمنان قرآن ما، دشمنان اسلام ما، دین ما، خدایا به خودشون برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.